سلام و شبتان بخیر هموطنان بسیار عزیز و خوب تلویزیون آرزو. امید که مثل همیشه جور باشین. از خداوند منان خواهان این هستم که صحت و سلامتی همیشه با شما باشه و بدور از گزند روزگار شبها و روزهای سرد زمستانی را به خوبی و خوشی، سربلندی و سرفرازی پشت سر بگذارین و سپری بکنین. اگرچه میدانیم که آهسته آهسته فصل زمستان هم رو به تمام شدن است و فصل بهار میه، با امید از این که جامعه نو برتن بکنیم و زیبایی ها را برمغان بیاوریم و همیشه در کانون گرم خانواده های عزیز و خوبمان صحت و سلامت و سربلند و سرفراز باشیم. بازم من خالد بارکزای در یک برنامه دیگر مهمان خانه های شما با یک عزیز دیگر، با یک مهمان دیگر، با یک خوب دیگر هستم و تمنا میکنم که تا پایان برنامه هیچ جای نرین، با ما همراه باشین، همگام باشین و تا پایان برنامه این برنامه رو ببینین. پیش از این که مهمان بسیار عزیز و نازنین و بسیار خوبمان را برای شما معرفی بکنیم، شما میتونین که این برنامه و برنامه های دیگر تلویزیون آرزو را از طریق یوتیوب و اینستاگرام و صفحه فیسبوک بیننده باشین و همیشه تعقیب بکنین و همچنان شما میتونین که سری بزنین با ساتلایت یاسد و عزیزانی که در بیرون از افغانستان هستن بیننده شبکه تلویزیونی آرزو باشن. ما در رستوران ترکیش فامیلی مثل همیشه در مجید مال منزل 4 هستیم و شما را هم دعوت میکنم تا به این مکان شیک و زیبا و دوست داشتنی مثل همیشه بین و حضور داشته باشین. مهمان امشب و مهمان بسیار خوب و نازنینمان یک استاد هستند که سالیان بسیار زیاده برای نسل جوان افغانستان زحمت کشیدن، عرق ریزی کردن، مشکلات و مشقت ها را با وجود مشکلات و کمبودی هایی که بنا به گفته خودشون در زندگیشون وجود داشته متحمل شدن، تحمل کردن و سرسفید کردن. بنا به گفته خودشون اگرچه جوان هم هستند اما مشکلاتی را سپری کردن تا اینکه مظهر خدمت مردم افغانستان، خاصتا جامعه علمی و آکادمیک افغانستان قرار بگیرن. یک روانشناس را با خود داریم، یک عزیز بسیار خوب، آقای استاد جمشید رسا را بعد از دیر مدت خواستیم مهمان خانه های شما بکنیم و از این دریچه و این برنامه حرف حدیث ها و گپ های بسیار خوب و صحبت ها و قصه های بسیار زیاد، شکوا و شکایت ها و گله ها را با آقای جمشید رسا داشته باشیم. مهمان بسیار خوب من، خوشبختان آمدن و شما را بیشتر منتظر نمیگذارم. تمنا میکنم تا پایان برنامه با ما و همراه همگام باشین. زیاد حرفا بگفتن از گپ های جدید، صحبت های جدید، انتقادات جدید و ده ها مورد دیگر، تمنا میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. من برم که زیاد منتظرشون نمانم، یک بار از پیش ما خفن نشن، ناراحت نشن و تا پایان برنامه ما را همراه و همگام باشین. درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. مهمان بسیار عزیز ما که در ابتدا برای شما معرفیشان کردیم، افتخار حضور بخشیدن و آمدن و مهمانمان شدن بعد از میدانیم بگوییم ماها و هفته ها پیگیری و تماس ها و پیام ها که بالاخره حضور پیدا کردن و آمدن. سلام و شب بخیری میگم خدمتتان. بسیار زیاد خوش آمدین جناب استاد. تشکر، زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکارایتان و هموطنان بسیار گرانقدرم سلام احترام فراوان تقدیم میکنم. انشاءالله که همگی جور و سعدمند باشن. من خو علاقه دارم که در خدمت شما و دوستا باشم، اما چنان مصروفیت زیاد می باشد که دیگه من پیش زیاد دوستای رسانه‌ای مخصوصا کم استم. مدرت مرا حتما قبول کنن که خواهش میکنم. فرصت خواهش میکنم. ممنون شما، سلامت باشین. یک تعداد از دوستا که ویدیوهای شما رو در صفحات اجتماعی میبینن، در چنل های یوتیوب میبینن، در فیسبوک ها میبینن که شما درس میتن، حالا میگن این استاد خب بیکار از دیگه در پشت کامرا یوتیوب و فیسبوک شیشته و برنامه میتن و درس میتن، این مصروفیت های زیاد چی است جناب آقای رسان؟ زیاد قسمت کار مرمی درس هاست که هم حضور هم درس میتم و بر علاوه زوم یک جنجال دیگه برای خود خریدیم که درس ها را ثبت میکنم. بله بله بله. و به دو زبان از 7 تا 12 هم به دری، هم دمی دو سی روز بخیر به زبان پشتو هم خلاص از درس ها و آماده ساختن از این کار آسان نیست، هم از نظر وقتی که شما میمانین، هم از نظر مالی. ایره کل ما از پول خود مصرف میکنم. بعضی وقت دوستا ماشین حساب میگیرن، خوی قبل پول مثلا که از ماینه خانه یا صنف میگیری چی میکنی، ولی ایره سنجش نمیکنن که مثلا یکی از تلویزیون ها به نام یک برنامه درسی گرفتن بالاتر از 15 میلیون دلار اونا بودیجه گرفتن برش بله، از کدام طریقه بخاطر از امون درس. و چنان اون درس با استگی میگذره که تا نوبت
درسای شاگردا برسن دیوار این میخانه که میگم میریزه ما به نظر من تا وقت ده دفعه مکاتب شروع بسته خواد شد، ولی ما بدون کمک کدام موسیه یا جای بتنای خود تمام از این کار میکنم. بله. و بعضی وقت ما در یکی از برنامه دمی تلویزیون شما گفته بودم سوال شد که آید چطور است، من گفتم دخانی کرایستم و بسیار زندگی معمولی و واقعیتش است و دوستا خود پول چی میشه ولی ایره نمیگن. فرض مثال شما پدر مادر دو برادر عروسی کردگی که اونا خودشان وظیفه نداره، این ده نفر پرسونل هم سرشان درس میخونن، بچه ها را که از ولایت آمدن استاد ما مثلا میخواییم درس بخونیم فکر میکنن ما کدام سرمایه دار استم، اونا را نانشان پیسی درس و مکتبشان دیگه و این ثبت درس ها اینا بسیار فشار آورده است. اینا مرا مصروف نگاه میکنه، بعدشان تایم ماینه خانه ما کت مراجعین مصروف می باشم، دیگه هیچ فرصت باقی نمیمونه. از این کارهایی که میکنه جناب آقای رسا میتونه بگیم خرماش زیادتر است یا ثوابش؟ والله ما با امید ثواب میکنم. خرما هیچی نداره. درس مکتب مثلا ما در یوتیوب مندازیم 3-4 نفر نمیبینه، در حالی که ما به خاطر گریه از می شاگردا که درس کجاست ما هم فشار سر خود گرفتیم. بله بله بله. و بعدشام استدلال میکنن خو نت از کجا میشه، در حالی که برای برنامه‌ای مزخرف یک دو داو بزن میلیون ها نفر میبینه خیری نتش از کجا میشه سوالت. متاسفانه. بعدش بازمور هم میگم یک کسی را برش یک کمتر خریدیم و یک جای برش گرفتیم، میگم بیاین امیر دم فلش برتون مندازیم ببرین، فقط همین بچه پشت کمتر شده 100-200 ماش از او شد و کمو ماش شم سر من نبیایه، من خودم از این کدام چیزی کار ندارم دیگه. نه خرما نداره، خرما نداره، حتی کدام خرمایی از جایدگان به دست آورده باشیم در اینجا مصرف میکنیم، ولی از خداوند میخواییم که امیر ثواب حساب کنه دیگه، به امقه چیز دل خدا خوش میکنیم. بله بله. امین احساس از کجا شده آقای رسا؟ همین احساس که شما باید با مردمتان با بی وضاحتان همکاری بکنین و تدریس بکنین بدون هیچ مصرف پول از اونا نگیرین، همین احساس وطن دوستی و میهن دوستی و مردم دوستی در وجود شما از کجا شده؟ اول خود مده خانواده به دنیا آمدیم که امی عشق وطن و خدمت بوده ده، و بعدش از یک فامیل از متوسط به پایین از نظر اقتصادی بوده و این درد همیشه احساس میکنم. بعدش ما تا امی دوری تخصص هم رایگان خواندیم، مکتب رایگان، فاکولته رایگان، تخصص رایگان، خود قرضدار احساس میکنیم از آب و خاک و مالی از امی مردم. و بعدش اسی هم بستگی هم وطنی هستن و ما معلم بودیم زیاد سالا و شاگردار دوست دارم، درک میکنم. بله. و خود ما که همیشه مثلا با کمبود مواد درسی رو برو بوده، یعنی ما همیشه بر سرسان و بر شاگردا میگم که اگر مثل امکاناتی که بر شما اگر بر من میبود که یک معلم خوب دلسوز دستایشو نمیبوسیم، خب معلم ها مشکلات خود داشتن شما میفهمید. محیط درسی خوب نبود، ما مثلا سر خاک میشتیم درس میخوندیم، از تختکای چوبی خود ما تباشیر جور میکردیم از گل با این وضعیت درس میخوندیم. ما میگم اگه قم کنی امکانات که به شما به من میبود حتما نابغه میشد. بله بله. دیگه متاسفانه شرایط سخت بوده و ایره هیچ وقت فراموش نخواد کردم در زندگی که برای شاگردا کوشش کنم تا جایی که زور من میرسه زمینی در سفرم بسازم و شعار ما ایست، آرزوی ما ایست که در خانه خانی افغانستان 7-12 و بخیر سر اول تا 6 هم کار کرده رویستم و از استادای دیگه هم کتشان گرب زدیم که بخیر درسای فاکولتام کم کم آماده شوه که کسی دیگه بهانه نکنه من رایم دور بود یا غریب بودم درس خوانده نتانستم. بله بله. دیگه حالا یکان بهانه دیگه هم وجود دارم جناب استاد که شما آمادگی تان میگیرین تا مضامین مختلف را آموزش بتین در چینل یوتیوبتان و یا جاهای دیگر پخش و نشر بکنین؟ یک تعداد از مشکلات اقتصادی به طور مثال رنج میبرن که حالا پول اینترنت را ما از کجا بکنیم، چگونه بتانیم مصرف را خود را بدست بیاریم و از طریق اینترنت برنامه ها و ویدیوها و درس های شما را مشاهده بکنیم، در مورد اون افراد چی گفتنی دارین؟ فقط اینا هم یک فلش بیارن یا هارد دیسک، همین قدر خو میتونن دیگه. بله. خودم سر درس خود مصرف کنه، نمیشه مامای خود بگن کاکای خود بگن یک فلش یا هارد دیسک 400-500 روپیه خواهد شد، یک 200-300 روپیه دیگه برم کم تر کار ما بتن، اگه امور نداشتن بگن ما از امور خیر ما میتون بیان ببرن به ده خانه بر خود تعقیب کنن. امروزه خود اکثر خانه می تلویزیونای فلت اموار است، کلش جای فلش داره، اگه میگن ما کامپیوتر نداریم، در حالی که عمو که یک جمله است که میگه بهانه جو کجا بی بهانه میماند، این گپ خوازی است. اگر نه اکثر خانواده ما و شما هم کامپیوتر پیدا میشن،
فلش است، هم با صد چیز دیگه پول داریم، با بوت قیمتی پول مصرف میکنیم، با بیماریایی که در رقم غذا میکنیم مصرف میکنیم، با چکر خود، با کارت تلفن که هر روز مندازیم. بله، معمولای بله، بله. که تا کامنت نوشته میکنه که ما نت از کجا کنیم، خیر این کامنت با صد چیز از کجا شده راست خواهی نشان میکنه که تلفن کلان دادست توس نت انداختی و اینا. بله، بله. دیگه بهانه نکنن، یعنی یک کسی بخواد درس بخونه در هر شرایطش. بله بله. میخونه. چقدر خفه میشین، چقدر ناراحت میشین آقای رسا؟ همون مورد را که شما در ابتدا ذکر کردین که میرن ویدیوهای مبتذل و مزخرف را میبینن که یکی نشسته و دشنام میته و لایو میره و از طریق تیک تاک یوتیوب، اما شمایی که زحمت میکشین چنل شما حتی به گفته خودتان یکی دو نفر میایه میبینه، چقدر غصه میشین، چقدر ناراحت و خشمگین میشین از این مورد؟ والا به خاطر خود خو نمیشم خب، ولی به خاطر آینده از اینا که خراب میشه درگیر از این موارد است. شما یک دفعه بیکار شدین همین درس ها رفت و دوازده، ما معلم بد نیست، من میشه از خوبی درس ما شاگردا راضی بوده، خب همین سبب شده که دوام هم پیدا کنه کار معلمی و تو مرا ریش سفیدا و پیچ سفیدا میبینم، میگه بچه می درس هیچ کار مم نمیل خوش می ببینم. اینم تو یک درس شما واس کنین 7 نفر بیننده، 8 نفر بیننده. بله دیدیم دیدیم. اینا جگر خونیش به خاطر از نیست که من این کارو میکنم چرا نمیشه، خب من ایره به خاطر خدا و قرضداریایی که دارم و وطن سر مقداره و تمام فکر من ایست تنها یک راه نجات این ملت داره، راه علم است در غیر از هیچ دیگه. بله. چیزا شعار از دروغ از خودفریبی از دیگر فریبی از هر کس هر چیزی، ولی وقتی نمیبینن آدم آزرده میشه. به می خاطر مرا بعضی وقت میگن که والا حسابش خراب شده، چون بعضی جای احساساتی میشم و هر کسی را دردی رسد ناچار گوید وای وای بنان اونت که اگام جای تند میشم و میگم باز اینا به خاطر از این درک نمیکنن. خب یک معلم که قد زحمت کشیده بود حتی اگر عصب خرابی هم کرد ما گذران کنیم، ولی نمیگن که به خاطر چی، به خاطر آینده ما میگن که ما درس خدا نمیخوانیم و میریم. از چهار نفری که بدآموزی داره دو زدن تمرین میکنن جنگ یاد میتن، در حالی که ما 50 سال همین بدبختی ما از اثر جنگ است. بله ممنون شما. بفرمایید آقای رسای عزیز، چایتون رو بگیرین نوشتون بکنین. تشکری میکنیم از رستوران ترکیش فامیلی که این زمینه را همیشه میسر ساختن تا اینکه از مهمانان و همکاران عزیز ما پذیرایی بگرده. و یک خبر بسیار خوب و یک مژده بسیار خوبم برای هموطنان عزیز و کسانی که اصل نزور دارین بر شما میتونم که ماه مبارک رمضان است، ماه پرفضیلت و پربرکت است. شما هموطنان عزیز اگر میخواین در افطار حضور پیدا بکنین بر رستوران ترکیش، این رستوران محبوب و دوست داشتنی برای شما با مبلغ 499 افغانی سیستم بوفه خود را که بیشتر از 20 نوع غذای مختلف و داخلی و خارجی هست و در کنار اون سبزیجات و میوه‌جات و ترکاری و نوشیدنی ها و شیرینی باب وجود داره، میتونین با خانواده عزیزتان بین و همچنان با قیمت 990 افغانی اگر اشتباه نکرده باشم بوفه وی آی پی ماه مبارک رمضان را میتونین بین و اوقات بسیار خوب ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی و سربلندی و سرفرازی پشت سر بگذارن. مهمان بسیار عزیز ما با ما هستن. اینقدر مصروفیت ها دارین آقای رسا؟ همیشه در درس هستین، حتی به رسانه هم خیلی به مشکل میتونین فرصت پیدا بکنین. اوقاتی هم برای خانواده محترمتان هست تا اونا باشین بگردین مثل این گونه مکان ها حضور پیدا بکنین و حضور داشته باشین یا خیر؟ والا تنها روزای جمعه، چون جمعه را تا پیش از نماز مصروف میباشم، بعد از نماز جمعه باز زن و فرزند اگر خانی طرف های شارونه و اینا میایم یکم برگر پیزای چیزی میخورن، اونام قناعت کردن که ما به این ترتیب میسازن. یک تعداد که جناب استاد میرن بیرون از کشور و کشورهای غربی اروپایی سفر میکنن، میگن صبح تا شب کار است، صبح وقت بری 8 9 بجه شب خانه می نه زن میبینی نه اولاد میبینی، یکان روز رخصتی اگه فامیل بره. از شما هم یک چیز شده دیگه. والا بیچاره بیدار میشینن، خب بیدار میشینن تا آمدن ما دیگه. خود یک نمی بکت ما عادت دادن. خب عادت کردن. عادت کردن. خیلی خوب. ممنون شما. جناب استاد عزیز با ما هستن و صحبت های ما همچنان باقی مانده. گپای ما زیاد است و صحبت ها باقی مانده. میریم یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از وقفه دوباره خدمت شما سری بر میگردیم و تشکری میکنم از شما بیننده عزیزم که تا بکنم بیننده بودین و همه بودین. درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. شما هم وطنان عزیز اگر موفق نشدین از طریق تلویزیون این برنامه رو ببینین، هم اکنون این برنامه از طریق
یوتیوب تلویزیون آرزو هست، میتونین برین در اونجا بیننده باشین و این چینل را سابسکرایب بکنین، تعقیب بکنین و دنبال کننده باشین. کامنت ها و دیدگاه و نظریاتتون را برای بهبود هرچه بیشتر برنامه تلویزیون آرزو سهیم بسازین. هموطنان ما که بیرون از افغانستان هستین میتونین از طریق ستالایت 100 میتونین این برنامه و برنامه های دیگر تعقیب بکنین. حضور داشتیم. مهمان بسیار عزیزمون جناب استاد عزیز استاد جمشید رسا با ما هستن و صحبت را با اینا ادامه میدیم. از چه زمان آقای رسا درک کردین که یک محبوبیت را در بین مردم پیدا کردین؟ والله مردم ما اگر برشان خوبی کنی، دلسوزی داشته باشی، دوستت می داشته باشن. و تقریبا یک روند 20 ساله ما سال 82 درس میتم. بله. از سال 82 درس میتم تقریبا شاید 20 سال شده باشه و حالی خو یک تاثیرات پیری یک کمی سرسفه عصبانی میشم، ولی وقتا صنفای ما بسیار در پهلوی درس فکایی و مذاق و خنده و سمیت بوده. ما همیشه شاگردای خود مثل عضو فامیل خود دوست داشتیم. با او خاطر دیگه امو یک چیز که میگه الحب و جانبین و البغض و اکزا، چون من زیاد دوستشان دارم اینا امو محبت دریغ نکردن همیشه دیگه. در جریان یک روند 20 ساله است تا این محبت ها زیاد بله شده رفته. شما 20 سال است که تدریس میکنید؟ 20 سال است که تدریس میکنم. هرچند آدم میشه که بگه تقریبا 38 یا 39 سال عمر ما، خب کلش از خردی که آدم وقتی خانواده آدم، معلم آدم، دوست آدم، اینا کلش در همی شکل گری شخصیت و رسیدن به یک جای نقش داره. خیلی خوب. که میگن موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. شما خیلی جوان هستین جناب آقای رسا. کجا چرا خود پیر میگن؟ نه ماشاءالله خیلی با انرژی پرتراوت و همین که مفکوره شما جوان است، همین که دید و بینش شما جوان است، این خیلی ارزش داره. خود شما هم جوان هستین ماشاءالله. زمانی که شما به شهر گشت و گذار میکنین، در بین مردم عام هستین، برخورد مردم عام را چگونه میبینین؟ چقدر با شما عکس سلفی گرفته میشه؟ چقدر مردم با شما تمایل دارن عکس بگیرن، با شما بشینن؟ والله راستش بگویم به خدا، هر روزی که من میرم بین مردم فقط خود دیگام زیر بار مسئولیت احساس کرده میرم. آنقدر لطف میکنن، آنقدر محبت، آنقدر صمیمیت که دور از تصورم است. حتی بعضی وقتا ما در برنامه و سمینارهای خود یک ذره تند میشم، فکر میکنم شاید مردم کار شد، ولی حتی هم سر کسایی که انتقادم کردیم قسم میخورن که از دل ما گپ زدی، گپ درست بوده. و هر باری که اینا محبت میکنم من میگم زیادتر خدمتشان بکنم و میشکت خود فکر میکنم چه رقم مردم دوست دارن. یکی خب مام زیاد دوستشان دارم، با مو خاطر اینا دوست داره و ما اما قدر سالایی که معلمی میکنم همیشه در خدمت مردم بوده. بله. اینا رو در نظر گرفتن و یک چیری مظلومه کم دارم چرا اینا فکر میکنم که آدم خوب باشه. بله. دوست دارم. آدم خوبی هستن و یک ذره که بگفتی بعضی دوستایی که اعتقاد میکنه میگه خودش دیوانه شده، راست میگه. یک ذره دیوانگی هم دارم، چیزایی را که دیگه نمیگه. محمود بیباک میگم امی یک مسئله رو یاد کردن آقای رسا که امی یک دور از شما، شما عزیز ما هستین، افتخار ما هستین و کلان ما هستین، کسی هستین که استاد ما هستین، ما سالها از شما وقتیم بدور از شما. البته یک تعداد از همین استادای روانشناسا را، کسانی که زیاد درس خواندن، به طور مثال آقای صدیق افغان شما میبینین دیوانه مردم خطاب میکنن. چرا تو یک موضوع است؟ چرا همین ذهنیت در بین مردم به وجود آمده؟ چرا باید دانشمندای خود را، استادان خود را این گونه خطاب بکنن؟ مشکل در کجاست از دید شما؟ والله یک زرگک خود یک تیپ خودکش بیگانه پرور داریم ما و شما و یک مشکل دیگه هم در جامعه ما، صد تا خوبی که با یک قدم بله کچ بله. کلش صفر میکنن. بله. این یک ذره که تو گپ بی جای است. بعضی وقتا یک مشکل دیگه ما و شما داریم، یک گپ که خود ما درک نتانستیم، به جای از اینکه سر از او تحقیق کنیم، فکر کنیم، بررسی کنیم، بله، آجل یک تاپه برای کسی میزنیم. مثلا وقتی شما یک کسی دیوانه میگه، شما اگر مثلا از مردم هم پرسار کنی که دیوانه یا اسکیزوفرنیا یا جنون چی را میگه، یا میارای تشخیصیش میفهمی یا نمیفهمی؟ نمیفهمن، ولی فقط شنیدن و تاب دادن. بله، 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 در حالی که دیوانه بودن میار داره. مثلا کسی است که اول هالوسینیشن داشته باشه، صدایی را بشنوه که نیست، چیزایی را ببینه که نیست، مثلا دیلوژن داشته باشه، فکرای نادرست داشته باشه، مثلا دس اورگانایز بیهیویر داشته باشه، رفتارش خراب باشه، مثلا نماز خدا نتونه، لباس پوشیدن خدا نفهمه، دگه گرمی 20 تا کرتی پوشه، د فاتیا خنده کنه و امثال از دیگه. پاد دس اورگانایز اسپیچ داشته باشه، گپش یکی از دی باشه که درختا کس مفهوم گرفته نتونه، سوشیال ودراول داشته باشه. اینا هر شاگرد مکتبم خود اینجا اجازه میده مثلا یک دکتر نقد کنه
و یک دفعه خود ما فکر نمی کنیم ما در کدام سطح هستیم، ما کی هستیم، ما کی هستیم یا ما چی کردیم. ما چی کردیم؟ متاسفانه دلایل مختلف کل از اینا را همیشه دیگه ناگزیر خودم قناعت بتیم به 40 50 سال جنگ و دربدری ارتباط بتیم، چون اونا هم خوب تربیت نشدن، برشان فهمانده نشده که بچه‌م دخترم نق بی جای خوب نیست، به اندازه توان و دانایی خود ما یک چیزی را باید نقد کنیم. بله. باز یک مورد دیگر هم میگن جناب استاد، میگن که از دست که این مردم درس دادن و زیاد ریاضی خواندن و زیاد فلسفه خواندن و زیاد وقت خود کته شاگردا سپری کردن، دیوانه شدن عقل خود است. والله خب اینا مر کدامش تاثیر خود داره برای یک استادی که در یک مملکت دیگه است تمام امکانات زندگی فراهم میباشد. موتر، خانه، ماشی خوب، زندگی خوب، اما معلم موضوع خانه نداره. بله. خارترین طبقه است. خارترین مثل طبقه که یک کسی بله. یک قریه روبا کل مرغا را خورده بود و مردم هر روز پشت ازی بود که گیرش کنن. بالاخره گیر کردن، یکی گفت تیره لط کرده میکشیم، یکی گفت پوست میکنیم زنده، یکی گفت در میکنیم. بالاخره یک معلم از اون گوشه اومد گفت هیچ کد جزا را مردم بقن... چی نمیرسن تا فاق. گفتم کلای مرا در سر از این دیگر روز خوشی را نمیبینه دیگه. معلم موتوی که بدبخت است بیچاره، سر صنف هم که میره شاگردی هم که یک تعداد بیادب چشت پشت آزار لاتیکو خود دیگه. ای تو یک معلم در خانه فشار کرای خانه پور است چطور کنه، در بیرون ای و هر کس هم میبینه میگم هر کس میشم خو معلم نمیشم. بله بله. وقتی بله. جایگاه معلم سقوط میکنه، یعنی شما اگه از من پرسان کنین که ده علت این بدبختی وطن بگو، من یک شب میگم خار بودن جایگاه معلم معلوم داره زیر فشار قرار میگیره. بعدش هم یک جملگه کس میگه چه هر که درکش بیشتر دردش بیشتر، زیاد درد هم آدم که وقتی میفهمه اوضاع رو میبینه درد میکشه. ولی مرام بعضی دوستا میگه که این دیوانه شده، خب میگم معلم دارست شدیم. یک قناب سامانی رو ببینی، دربدری رو ببینی، بیچارگی رو ببینی، شاگرد رو ببینی که پشت درس مانده در چیزای مزخرف مصروف است، میبینی وطن تارات شوه، میبینی هیچ امکانات خوب نداشته باشه. خب کیوانه جور مرکی اگان تو ماینه خانه میره فامیلش او میگه من جور است، میگم نه دیگه تو در این وطن که کس دعوای جور بودن داره حتما سر انسانیت خود شک کنه که آیا شما از احساس خالی هستین. حالا ما جور هستیم یعنی آقای رضا شما عزیز دل از دوست که زیاد توی بر شما پیام زنگ ما نمال شما بگید ما جور هستیم یعنی شما لطف میکنین. ما خوشحال هستیم که تونستم به خدمت شما بیام. تقریبا شاید ده ماه یک سالی شد که بله شما بله بله خیلی زیاد بود. خوب از کرمت بکنیم با استادان عزیز ما. اگر امروز ما انجینیر هستیم، اگر امروز ما دکتر هستیم، اگر ما امروز دلار معاش میگیریم، اگر امروز ما پول افغانی بسیار انگفت میگیریم، اگر امروز ما جای جایداد و سرمایه و زندگی و همه چیز داریم، اگر امروز ما با قدر عزت و با شان و شوکت به نام وکیل و وزیر و والی و رئیس یاد میشیم، از برکت همی استاداست. اگر اینا نمی بودن شاید امروز ما هم نبودیم. و همچنان نگفته نمونم، من به یکی از استادان بسیار عزیز خود از اینجا سلام عرض میکنم، تقدیم میکنم، برادر شما آقای ادریس رسا در یکی از دانشگاه ها با ما سالهای زیاد درس دادن و احترام برشان باشه و تقدیم میکنم. سلام، امید خوب باشن. هستن در وطن؟ آه هستن، هستن. آدم بسیار نازنین است. اونا دکترای روابط بین الملل میگیرن، سر پایان نامه خود کار میکنن دیگه. خیلی خوب، سلام ما برشان تقدیم باشه و امید از این که برنامه رو ببینن و صحبت های استاد عزیز رو با خود داشته باشن. یک مورد دیگه هم در مورد این درس با شما گپ میزنم جناب استاد. شما گفتین که شرایط تغییر کرده. شرایط امروزی را اگر بخوایم بحث بکنیم، به طور مثال نظام تغییر کرده، یک نظام دیگر آمد و بیشتر نخبه از افغانستان رفتن، مغزای متفکر رفتن، بیشتر محصلین و جوان از افغانستان رفتن و یک تعداد هستن. شرایط امروزی آیا شرایطی است که واقعا یک تعداد بهانه میکنن که درس چی کنیم دیگه، درس چی به درد میخوره، مسائل این گونه بهانه ها را میکنن؟ وضعیت امروزی را از لحاظ تعلیم و درس و تعلیم و دانش چگونه میبینین؟ والله ما خو اول راستش ما و شما سرمایه های مختلف داریم، مثلا آب داریم، مثلا دشت و دامان کشتزاری داریم، میوه‌جات داریم، معادن داریم، اینا کلش سرمایه های از کشور است. ولی از کلش که بهترین سرمایه ما نخبه های ماست که متاسفانه با رفتن هر کدامشان قلب ما سیخ میزنه، درد میکنه و این بسیار رنج آور است. انسان هایی که سرشان 30 سال 40 سال 50 سال کار شده و اون وقت ثمر دادنشان است و اونا میرن در یک کشور دیگه، ای کاش او ثمر بتن، اونا میرن خشم میزنن یک زندگی بیهوده که خودشان افسرده و شکسته میشه. متاسفانه بس سیاسی نشه، ولی سیستم درسی ضربه میخوره. وقتی شما میبینین چند صد معلم استاد پانتون میره، ما یکی از دوستای قصه کرد که در دیپارتمنت ما
استاد جامعه شناسی هستند. هیچ استاد لیسانس نبود، همگی ما ماستر و دکتر شده بودیم. اما امروزه لیسانس مانده، حتی در بعضی فاکولتا شنیده میشه که محصل صنف 4 میره برای صنف اول. بله بله. درس میده. خب اینا ضربه است که میخوره. و متاسفانه یک بدبختی در کشور ما، سعی کنین در کل کشورها نظامات تغییر میخوره، سیاست ها تغییر میخوره، اما زیربناها خراب نمیشه. مثلا ما تا اینجا رساندیم، تو مخالف مستی آمدی خو میگی خانه تو باد تا اینجا تو آوردیم، از این به بعدش میبرم. اما نه، ما 40-50 سال میشه دمون نقطه اول ماندیم، تا یک جایی را میریم ایما که آمدیم کل صفر میسازیم. اردو را باید از بین بریم، نظام درسی را، همه چیز به نظر ما از دوره قبلی بد معلوم میشه. یکی از بدبختی ها همین دیگه. بنام شرایط درسی خوب نیست، آرزو دارم سرش فکر شوه. مثلا مثال بگیم، سر شاروالی بد نخوره، به نظر من بجای اینکه چارایی های مقبول که جور میکنه که چهار طرفش کندوال است، من نمیفهم در بین کندوال شما یک چیز مقبول مانید کجای خوب میگه. بجای از این به نظر من، بجای هر چارایی یک تا جوان روان کنه سر ماستری و دکترایش کار کنه، این به مراتب ارزش داره. ما که تمو چارایی کنه خوش هستیم. اگه صد تا از این زرق برق جور کنیم، نمیفهم خود ما شوق داریم یا میخوایم به چشم مردم خود نمایش بدیم، یک چیز در وطن نمایشی بودن هم خراب ما کرده. به جای از این سر انسان و سر ذهنش کار کنیم. اگه این نکردیم که ذهن خراب و نمو پسی را خراب میکنه. ما جا بلند منزل هم داشتیم، بلاک های مکرویان هم داشتیم، بند برق هم داشتیم، ولی چون ذهن ما ساخته نشد، پای برق هم پس خراب کردیم، مکرویان هم توته توته کردیم و این چارایی رو هم یک روز خراب میکنیم. آرزو دارم به این فکر شو، اولویت ها درست شناسایی شوه و هر کشوری را که شما بعد از جنگ های جهانی ببینید که پس استوار شده، توجه سر معارف و تحصیلاتش بوده. دقیقاً. که متاسفانه بله. هیچ وقت محراق توجه ما و شما نبوده. بله بله. شاید حالا شاروالی بگه که آیه خود مربوط با سازی و چیزا مربوط ماست، مربوط وزارت معارف تحصیل. امی سرمایه را برای معارف نه، این یک این باز خودش یک خطای ذهنی است، یک فریب است، یک سفسطه است. حال شما کلتان یک نظام هستین نیستین، خب یک بشینید کال شما کتر معارف و وزارت تحصیلات اولی نمیتونین یک جلسه بگیرین که بیا در ماهی میره نمیسازیم، بر مردم ما اعلان میکنیم. اکثرشون بعضش تجارا میسازه، خود چون لوهای تجارا را ما میبینیم در سر از او امور را میگیم اینه بیا در اینی پنج نفر ما روان کردیم برای دکترا که پس بیا بر از وطن و وطن را برد بسازه. ممنون شما، تشکر. پیام بسیار خوب بود. چند تصویر از جناب استاد بر شما نشان میتم، خیلی کوتاه اگر نظرات شما را بالای تصویر در مورد اشخاص چی بکنید؟ نه خواهش میکنم، اشخاص نیسته، فقط یک اشخاص داریم که هم از همکارای شماست، میدونم که یک پیام بسیار خوب میداشته باشین برشان. جناب استاد، در کشورهای غربی و اروپایی بیشتر میگن که بالای اطفال نباید سرصدا صورت بگیره و یا نکوهی شوه یا تهدید شوه از طرف خشونت شوه از طرف پدر مادر و اعضای خانواده. این وضعیت متاسفانه در افغانستان زیاد بیداد میکنه. این آلت چه تأثیری بالای روحیه و ذهنیت یک طفل میتونه در پرورش از اون داشته باشه و مانع رشدش بتونه بگرده؟ از این کدر موضوع مهم ایچ نیست. علمای جهان به این توافق رسیدن تا دو چیز در دنیا اصلاح نکنیم جهان خوب نمیشه. از یک بدی میره به بدی دیگه. هیچ کشوری هم ساخته نمیشه. هر کس که شعار میته یا خودش هم نمیفهمه که چی میگه یا میفهمه دیگه را فریب میته. بدون دو گپ جهان ساخته نمیشه. یکی تقسیم عادلانه ثروت. اگه یک نفر میلیون ها دلار داره و هر ثانیه برش خودش نشسته حساب بانکیش هزارها دلار میه و یک نفر نان خوردن نداره، یک نفر بلند منزلا در چارایی داره، شهرک در ترکیه و در پاکستان و در کجا و کجا داره و یک نفر نان خوردن نداره، توی جهان هیچ جور نمیتونی، هیچ امکانش وجود نداره. دوم، 8 سال اول کودکی. هر نظامی که میخواد جهان اصلاح شود سر کودک و نوجوان و جوان باید سرمایه گذاری کنه. من مثال بر شما بودم، آرزو دارم کسی را خفه نکنم. اکثریت میگم از ترس، اگر نه اگر ترسو نمی بودم میفتم کل بزرگای ما. حالی اکثریت میگم کار کدام شیطراز کرد میگم تو رو نگفته بودم دیگر گفته بودم. بزرگای ما دوچار چی هستن؟ اول یک خودخواهی که از دوری کودکی اینا خودشان آسیب خورده است، خودخواه باقی مانده، در حالی که ما در بزرگی باید دیگر خواه باشیم، دست دیگرها را بگیریم، تشویقشان کنیم، راه را نشان بدیم. و اینا را شما ببینید، تشنه هستن، خانه بگی، بلند منزل بگی، شهرک بگی، امونایش که خدا خوب معرفی میکنه، شما پرسان کنید در خارج میلیون ها دلار سرمایه‌گذاری داره و هیچ سیر شدن ندارن، تمام حیثیت خدا به خاطرش فروختن. دوم، یک کینه و دشمنی در وجود کل از ایناست که هنوز یک قاتل دیگه خود است. یکی شما در گپ زدن ببینید بزرگی در گپ یکی دیگه خود کتر و کنایه گفته رئیس کدامش بزرگ شده که بگه بیا ما قلب بزرگ داریم، این چیزا دیگه راه حل نیست.
دیگه یک جلوگری و نمایش که باز از دوره نوجوانی را چون خوب سفری نکردن ای کل موتر شسیا داشته باشه، بادیگارد داشته باشه، خانه لکس داشته باشه، هر قضی چیزا شده و دیگه گپا از پیششان متاسفانه مانده. اینا مغزشان دیگه هر چی سینما کلان شده میره، مغز متاسفانه اون نوآوری و خلاقیت از دست میته. اینا غیر از این چیزا فکر نمیتونن، غیر دشمنی، غیر کینه، غیر خود خوب دانستن و کلی دیگر بد دانستن. حالا نهایتاً چی باید شود جناب آقای رسول؟ والا کل کار تعلیم و تربیت 100 ساعت است. 100 ساعت از دوره حاملگی شروع تا یک سالگی، دو سالگی تا 20 سالگی که نمی دوره ساختن است. اگر ساختیم ساختیم، اگر نساختیم خراب میشه. تا در بعضی کشورها وقتی مادر حامله میشه میگه تو برو خانه، ماش تواله است. تا 1.5 سالگی کودکی خوبترین کاری است که تو به این وطن میکنی. اگه یه اولاد سالم بود ما نه به زندان دیگه نیاز داریم، نه به پلیس نیاز داریم، نه به کنترل، به هیچی. این اولادی را که ما امروز تربیه میکنیم 80 سال 90 سال بیمه است برای کشور. اگه خوب تربیه کردی کشور را ساختی. اگه خراب، همین که میگه مادر با یک دست گهواره با یک دست جهان میشورانه، همه طور است. اگه وطن خراب شده و خدا از دست اولاد دیگران نیست، اولاد خود ماست، هیچ خارجی نیست، خود ما پای برق خود میزنیم. خود چون دیگرها وطن خود نمیفروشه، بنان مادرها یاد بگیرن. هر وقت هر تلویزیون خواست من همین 100 ساعت حاضر هستم ثبت کنم در اختیار مردم قرار بدم. بفرمایید الان به شکل آدیو ثبت کرده مرکز، بیا در فلش رایگان برش مندازم نمای نخانی خود با اولین فرصت به خیر ویدیو هم میسازم. ممنون شما، تشکر. صحبت های بسیار خوب، صحبت های بسیار تکان دهنده، صحبت های بسیار حقیقت امروزی. و من کوشش میکنم شب نسبت به هر شب دیگه کمتر گپ بزنم، چون فرصت نمیگذاریم به جناب استاد که مردم ما و هموطنان و شهروندان بسیار عزیز ما از صحبت های بسیار خوبشان و پیام های بسیار مثبتشان بتونن مستفید بگردن. جناب استاد، نمیفهم دوستتان هستن، رفیقتان هستن، کار میکنن مثل شما، استاد هستن، آقای احسان نوری استاد روانشناس هستن، در مورد ایشان چی گفتنی دارین؟ کارشان را چقدر تایید میکنین؟ مورد قبولتان است؟ والا از نزدیک فکر نمی کنیم دیده باشیم، ولی یک بار پیام کرده بودن سابقات سالای 2016 که بحثای ما تانسته یک مقدار استرس و اینایش از بین بره برش مفید بوده و آرزو کرده که اگه به دست از اینا می بود من رئیس جمهور می ساختن. و خیلی ببینم بیچاره کوشش میکنه یک چیز پیام بده. از بسیار مردم ها کرده که کارهای بد میکنن بسیار خوب است، اما یک مقدار شرایط کشور ما چون زیاد نشده میخوا یکم توتایی که در فیسبوک میبینم مصروف میباشم دیگه، یک کمکی تو فکر میکنم واقعیت ها را درست درک نمیکنن. مثلا بعضی شعارهایشان که بیاین بدون سرمایه، بدون پول سرمایه دار شوین، در حالی که ما اون پول هم میباش هر چیز زور میزنیم نمیشده. هم را را اگر نشان بتن یک مجسمه از اینا باید طلایی جور شوه که مردم ها. دیگه یک ذره فکر میکنیم کمکی تو از واقعیت های کشور دور هستم، ولی در غیر از او مدوستشان دارم، برشان احترام دارم، تلاش خودم میکنن. ای کاش کل ما در این سطح باجیم برای مردم راهنمایی کرده بریم به جایی که همدیگر را میزنیم، توهین میکنیم. یک جایم گفته و گفت رک ما میزنم بلگتس و بسیار سرمایه دارا و سرمایه گذارای کلان. اصلا ما خودم راستش بگیم با این همی تراکم سرمایه که علبه این پول علبه هیچ به نظر من مزدار نیستم. تو که شما پیشتر هم گفتین بعضی ها میگه در این شرایط چرا درس بخونم؟ نه، درس در صورت درس تنها به پول نیست، درس به یک معرفت، به خودشناسی، به خداشناسی، بر بلند بردن شخصیت ما نیاز است. تنها که برای پول نیست. ما که اصلا که سیستم سرمایه داری مشکل دارم پول پیش چند نفر باشه دیگه در بدر باشه. و هیچ وقت شما میبینین مثلا از این بحث نداشتیم، شاید از هزار ساعت صحبت دارم ولی هیچ وقت نگفتیم علا پول علا پول. ممنون شما، بسیار تشکر. یک جوان را میبینیم تصویرشان را که دادشان و کتاب میخوانن در یک از کتابخانه ها. این حالت هنوزم این شور و شوق کتابخانی در کشور باقی مانده؟ نه خیر، اول ذوق کتابخانی از اول هم زیاد در کشور ما نبود. متاسفانه همیشه کتاب فروش ها شکایت داشتن و حتی یک مذاق هم جور کردن که در افغانستان تنها دو کتاب پرفروش است، یک آشپزی یک تعبیر خواب. یعنی ملت ملت خوردن و خوابیدن است، چی بخورم چی خواب دیدم. اگه یک کتاب شما مو جنوان نشته کنین بیدارسازی کسی رو نمیخونه، کس نمیخواد بیدار شوه. اما یک جملگه که از یک قصه است از زنده یاد علی شریعتی میگه ما کاکای یک همسایه داشت و خوب یک مرغ کلنگی داشت. ما خودم خراسای کلنگی را خوش دارم ولی اقتدار ما باز میگه ما رو خانه کاکا میرفتم به دیدن خراس اصلا نرفتم. باز یک روزی رفتم که خراس نیست، گفتم کاکا این خراس شد با بچه مرغ کشت. او کاکا کلنگی رو کس میکشه؟ و میگفت من یک تا از مرغای دیگه میوردم میکنم. گفتم سایه کلیگی شکایت کرد که صبح وقت ما را از خواب بیدار میکنه. میگه ما اونجا فهمیدم که قیمت بیدار کردن مردم
سربریدن است. بله. متاسفانه کتاب خواندن هیچ وقت چندان خوب نبود، حالی خوب بیخی بدتر شده. چرا شما در فیسبوک ها میبینید که کتابخانه کتابای خود لیلام میکنه؟ بله. او رخوبان یک انسان، من خودم که وقتی کتاب ما کس هست پیش میبره فکر میکنم دلم آورد نشته میکنه که مثلا من 50 جلد کتاب دارم، یک نیم هزاری لیلام کردیم، یگام ظالم نشته میکنه یک هزار نمیشه. هیچ کس پیدا نمیشه که بگوی او خدایی جان خدا، قیمت جان خدا مانده. ایوازی بیایه بگوی این 5000 از طرف من یکش نفروش بخونی کتاب کتا. اما ما میریم در او هم چنه میزنیم و این یک بدبختی است. یعنی من یک چیزی بر شما بگویم، من چند وقت پیش برای ثبت نام دکترای ایران رفته بودم، وقتی با میدان آزادی بود یا هر چهارایی که بود اینا کتاب فروشیاشون بود، اما کتابایی که درس ما بود باید میگرفتم، رفتم به خدا اشکایم آمد که به اندازه یک شهرک کتاب فروشی است و یکی از بیکار نیست، یعنی کلش مشتری. یعنی گفتم ای خدایا کاش که اینم یک چیز ما داشته باشیم. اما اینجا شما برین کسی که مشتری نداره کتاب فروش است. از جمله من خودم بر شما بگم، من کتاب چاپ کرده بودم از بس که دوستا زن کتاب احمد بچ چاپ میکنه که تو از این کتاب خیلی کتاب بیار، من میرفتم میخریدم میبردم خواهش میکردم میره خودم خریده میره بخونی. و حتی از بس که سرما زیاد فشار آمد من دیگه جلد دوی از رو چاپ نکردم، جلد یک روزای زندگی هم تو من گفتم دیگه قطعون اومده در دیگه جایی که مردم کتاب چاپ میکنه از اون کتاب خود میلیونر میشه، مردم میای امضایش میگیره در اون کتاب. ممنون شما، تشکر. میگن کسانی کتاب نخونن تاریخ را تجربه میکنن و یا تکرار میکنن. اینم تصویر آخر در مورد شبکات اجتماعی از جناب استاد. این شبکات اجتماعی و استفاده از شبکات اجتماعی وضعیت زندگی مردم رو چگونه ساخته؟ چقدر محبت ها را، زیبایی ها را و احساس را، عاطفه را، احترام را و عزت را از میان مردم را بوده است؟ عزیز دل من، هر چیز انسان که جور میکنه اول باید آدابش یاد بگیره، اما متاسفانه ما و شما آداب یک چیز ظرفیتش نداشتیم و او پیش ما آمد در تخمین و این حتما تأثیر معکوس میمونه. حتی یک جملگه که بسیار مقبول از اینشتین است، میگه علت بدبختی دنیای امروزی است که علوم طبیعی زیاد رشد کرد اما علوم انسانی رشد نکرد. ما همیشه سر صنفا میگم اگر ادیسون امروز زنده شد و خودش 20 سال دیگه باید برق بخونه، یک پیشرفت شده. اگر اقلیدس بیا 30 سال دیگه مجبور است هندسه بخونه. تا در قسمت خود اینشتین فکایی جور کردن زنده شد تا مد که اکتفلا کمتر کار میگنه بچیم چیز گفت که اینشتینی کمتر است تو میشه خودکشی کرد، گفت در دنیایی که من دازی طفل نفهم دیگه زندگی کردن به درد نمیخوره. اما اگر از تو و افلاطون امروز زنده شد شاید ساعتها ساعت دیگه بر ما گپ داشته باشه. ما متاسفانه ظرفیت زیاد از اینا رو نداشتیم، غلط استفاده کردیم، کل ما را معتاد ساخته. شما میفهمین امروزه در اعتیاد وسایل الکترونیکی شبکه است و اگر همگی مصروف شدیم از دنیای حقیقی بسیار سهم ما کم شده، رفتیم به دنیای مجازی و یک جلوه‌گری و نمایش یک فتوشاپ زندگی در وجود جریان. ممنون شما، تشکر. حتی یک شوخی هم کرده بودن، گفتن یکی از عزیزا اینترنتش خلاص شده و یا برق نداشت، موبایل چارج نداشت، یک نیم ساعت خانواده هم مرده بود. بله، گفته بود ولی خانواده و فامیل هم بسیار انسانهای خوب هستن. وقفه میگیریم و پس از وقفه برمیگردیم و همکاران رستوران ترکیش یک غذای بسیار لذیذ را برای جناب استاد عزیز آماده کردن و صحبت های ما همچنان با ایشان ادامه خواهد داشت. مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. گفتیم باش که استاد عزیز خسته نشده باشن و گشنه نشده باشن، همکارا برایشان یک نوع غذای مخصوص خود را به نام کباب مکس ترکی آماده کردن و زحمت کشیدن آوردن. استاد عزیز بفرمایید یک بار. اول تشکر به خاطر مهمان نوازی از شما و از رستوران نامخدا چی غذاگاه که مقبول همه چیز دمی است. آرزو دارم هموطنهای ما کلشان بخیر یک روزی از نظر اقتصادی به جایی برسن که خورده بدانن ما و شما یک ملتی هستیم. پای ما سرگنج است، خود ما در رنج هستیم و فقر هستیم. کسایی که قدر امکانات معادن دارن از او گوسفندایی که داخلش برنج پر میکنن میخورن، اما ما و شما نان خوردن نداریم. و اگر از وقت میگفتین که نان میتین، من قبلا برنامه رو خودم میرز خیر خیر استاد بفرمایید کم نوشجان کنین بچشین ببینین زنده باشین. مزهش چطور است؟ همراه کباب چطور است استاد؟ والله من در قسمت غذا قسم بیکبر هستم. خواه باز ولی راستش باز غذایی که گوشت می داشته باشه را زیاد
خوش دارم. ما از جمله گوشتخوران است. نوش جان تو نوش. صدر غذای باشه کبر ندارم. نوش جان تو نه غذای بسیار لذیذ و خوشمزه. شما هم وطنان عزیزم میتونین بین به رستوران ترکیش با خانواده عزیزتون از این غذا و غذای دیگر نوش جان کنین. این قسمت را کم شخصی تر میسازیم. در مورد خود شما بیشتر کم صحبت میکنیم که بیشتر اگرچه مردم میدانن شما در برنامه‌های مختلف بودین، اما بازم یاد تازه بکنیم. و پیشتر گفتین مرغای کلنگی و خراسان دوست دارین و دارین هم یک تا دارم. بله چند دفعه دوستا آوردن اما کلان میشه ات خوب چی نمی بود دیگه که خوب. یک نقط نداشت مثلا. خب ماکیا ندارین؟ نه یک کلنگی خوبیش دارم. کسانی که سالیان سال راست چم غیرتش خوشم میاد. رستم قسم میکنن میو با کدام جنگ میرفت که دو تا کلنگی جنگ داشت. رستم رفت شکست خورد. پس اومد این کلنگی ها نوز جنگ داره. نوز هم جنگ داره. شرمید گفت بخدا اینا که پس رفت میگه جنگ برد. همین مردم هم اگه شنیده باشی میگه این زمان تنها غیرت نمی کلنگی. خب از این خاطر غیرتش رو انتخاب کرد. یکی هم توتی را خوش دارم. یک توتی که کاسکو توتی های خاکستری افریقایی که میگن یک تاگه کزو دارم. گپ نمیزنن؟ میزنه کم کم. جدی؟ من خیلی زیاد دوست دارم این توتی هایی که گپ میزنن، سخن میزنن. من خودم هم داشته باشم ببینیم تا امروز حتی هم از نزدیک هم اینا رو ندیم که چی رقم گپ میزنن. بیشتر اوقات فراغت ها گفتن که چی میکنین یک زمان میین بر رستوران ها و مکانهای تفریح. یک سوال که بدون شک در ذهن مردم با وجود میاد، شما چطور نرفتین جناب استاد بیرون از افغانستان سفر نکردین؟ زیاد کسا رفتن به مثل شما چهره ها؟ اوقات فراغت خود زیادتر نمی داشته باشم که باشم کتابخانی خوشم میاد و همین ساتری با اولادا و دیدن دوستامو که سعدی بزرگوار میگه ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار دوست نامتناسب جهنم است. اما در قسمت از اینکه چرا نرفتم چند تا دلیل داره. اول خب ما در اینجا بر خود یک جایگاه ساختم. مثلا شما تا یک جایی که درس میخوانین و میرسین کارتان درستان سمر میته، او را رها کردن واقعا سخت است، نمیشه. دوم که مردم یک حس بسیار نزدیک و همبستگی دارم. تو که محبت میتن خودم باز دیگه مکلف هم میباشم. من از یاد دوستا که میبینه هستی شکر که هستی. همین که بر بعضی ها هنوز یک دلیل شکرگزاری هستم هست. سوم دل نازک هم دارم. من مثلا بعضی وقت برای یک هفته که از خانه دور می باشم که زنگ می زنیم گریان گریان می از این طرف مرا دلداری می تن نه گریان کلان و دیگه ولا همی رفتن و این پروسی تا شما به یک فرهنگ دیگه میرین اونجا شما یه حیثیت دارین ندارین و خود این مسیر من بعضی وقت دوستای خطرات قبول میکنه پیش خود میگم اگه بر من بگن که بعد از این مقه خطرات که تو رای قاچاق میری بحر هستی او سونش بهشت هست به خدا دل کرده نمیتونه. دیگه اولی کسایی هم که میره تکلیف کرده نمیتونیم برشان. خب مجبوریت هاست. بعضی ها شاید خود در خطر میبینن، بعضی ها وظیفه و کار ندارن، بعضی ها یک شوق دارن علا خارج علا خارج. متاسفانه یک فلانی رفت من نرفتم من موندم. خیلی خوب. یک مورد که شما پیشتر ذکر کردین جناب استاد گفتین برای دکترا رفتین به ایران شروع میکنین به خیر دکترایتان را. شما افغانستان را چطور انتخاب نکردین برای آموزش دکترایتان؟ یا این زمینه نیست یا این امکانات نیست؟ متاسفانه این زمینه نیست و من خودم هر چند ماه تقریبا وقتی در افغانستان شما متخصص میشین فکر کن دوره تحصیلی تکمیل است، ولی ما چون بعضی همی جوانان ولی استاد الگوی ماست به خاطری که برای اینا یک دلیل شود که ببرن ایره تا دکترا و فوق دکترا بخیر در سای خوده و دوم صبح بخیر اگه اینجا یک زمینه میشه یک چند نفری خوب باشیم که دوری ماستری یا دکترا یک بخش تشکیل شود. ما در بخش هلت سایکولوژی یا روانشناسی سلامت ثبت نام کردم. دیگه دوستا دعا کنن که بخیر بتانیم خلاصش کنیم. چه تأثیر میتونه بالا یعنی چه دستاورد داره با مردم ما همین هلت سایکولوژی شما نام گرفتین؟ ما وقتی کنجا رفتم برای انتخاب رشته مثلا روانشناسی کلینیکی بود و می بود در بعضش اکثر دوستای ما دکترا گرفته بودن و ارزان هم بود. مثلا فکر کنین سال $1000 بود. اما این رشته یک رشته نو بود که یک ترکیبی از طب و روانشناسی و جامعه شناسی است و تقریبا $4100 ثبت نام یک ساله از این است و برای یک پروسی 4 ساله تقریبا $16400 و این رفت آمدام فکر میکنم یک $30000 مصرف داره. ما گفتم نیک قرض دارم شوم یک چیز نو باید بخونیم که یک گپ نو برای یک خلاب پر شوم. متاسفانه ما این نداریم. ما یکی از دوستا آمده بود یک برنامه را
یادآوری کردن شاید به تلویزیون شما بد نباشه. گفتش برنامه پرگار گفتی تو یک برنامه جور میکنه. من گفتم یک دور دو دور شاید میمون پیدا بتونی دیگه نمیتونی. کجاست ما و شما هم یک با سوادای ما خودت تا آخر یک بخش رسانده شاید بعد دادزی تعداد انگشتا نباشه. ما و شما چون یک مردمی بودیم در فقر و بیچارگی همین که لب نان رسیدیم دیگه چیزی که پیش ما نیست کتاب و درس خواندن. جناب استاد وقت ما تمام است. یک گپ میخوایم از شما به می کسانی که بیشتر مصروف هستند در چنل یوتیوب ها و تیک تاک ها زیاد وقت خود را ضایع میکنن و برای تصویر میان و ویدیوهای مختلف را نشر میکنن. خیلی کوتاه اگر یک پیام به عمو مردم داشته باشین چی گفتنی دارین؟ والله ما خودم باورم به ایست که همیشه وقتی صحبت کردیم به این فکر کردیم که خدایا این کدام اثر منفی سر کس نمانه، یک بدآموزی نشه. از این زیاد همیشه ترسیدیم. میره از دوستان خواهش میکنم که وقتی یک برنامه میتین اثرات از همی چی میباشه. وقتی شما بی حیایی و بی عزتی را ترویج میکنین گناه داره و میفهم بعضی وقت شاید بعضی شان بگه به خاطر یک پول و یک لقمه نان و جبر روزگار است که اینا را مادم درک کرده میتونه و از مردم هم خواهش میکنم. خب مردم ما ملامت است، مردم هم چتل بین است، چتل ساز برشان پیدا میشه، چتل شنو است، چتل گوی پیدا میشه، بدگوی پیدا میشه. مردم هم میگن مردم هم نبینم چی. بله خب مردم هم همونا را میبینه. مردم هم ما ده ها بار مثلا دوستای که یوتیوبر بوده گفتیم چرا تو میکنی؟ گفت استاد با خدای نه برنامه خوب ساختیم کسی ندید. ولی اینم هیچ چیزا را دوا دشنام اشتباهی نمیال شما نشته کنین بگوین مثلا اشتباه دکتر جمشید اینم میره 1,000,000 نفر حاضر از ببینه که چی اشتباه کرد. اگر بو این جمشید در مورد تربیه اولاد میگه به خدا 10 نفر حاضر نیست ببینه. یعنی ما یک عقده داریم که میخوایم زمین خوردن دیگرا، بی عزت شدن دیگرا، بی آبرو شدن دیگرا خوشمون میاد. بله ممنون شما، بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین با وجود مصروفیتی که داشتین و مهمانمان شدین. شما لطف میکنید. زنده و سلامت باشین. از میمون نوازی و چای و نان سلامت باشین. سپاس با امید از اینکه همیشه زنگ زدیم بعد از این بیاین. بخیر حال دیگه و مختخور شدید. سلامت. مقصد ناقه هستید نگاه خیر هست. سلامت. انشالله کمی جبران شده باشد. دوستا هموطنا دوستتان دارم. بعضی وقت که احساسات هم میشم فقط درد شماست. تو در زندگی خود شخصی کدام مشکل و دردی ندارم. از همه چیز شکر خوش هستم. پدر مادر حیات است شکر کنم. شاروزوی ما بوده، خانواده خوشبخت، اولادای خوب. ولی امی درد هموطن نمیمونه آدم به او خاطر یگان دفعه که احساساتی مش مور نادیده بگیرن. ولی دیگه اکثر گپای ما از کتاب است از دل خود. ممنون سلامت باشین. بسیار تشکر میکنیم از جناب استاد بسیار عزیز آقای جمشید رسا که دعوت ما رو پذیرفتن آمدن و ممنون از شما بیننده های بسیار عزیز و نازنینم که بیننده بودین و حضور داشتین. بازم میگم شمایی که نتونستین برنامه رو ببینین سر بزنین به یوتیوب تلویزیون آرزو، در اونجا این برنامه های دیگر است و تا اینکه در یک برنامه دیگر با یک مهمان بسیار عزیز و نازنین دیگر خدمت شما برمیگردیم، شما را به عزت منان بسپاریم تا درود دیگر بتونیم.